سرخط خبرها. همدستی کرونا و تحریم‌های آمریکا. مرکز آمار می‌گوید اقتصاد ایران در بهار امسال 3.5% کوچک شده. فشار بر کنشگران اجتماعی خارج از ایران. یک فعال مدنی ساکن ترکیه می‌گوید کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول گذرنامه‌اش را توقیف کرده. این نگرانی هست که اینجا یا توسط پلیس ترکیه ممکنه بازداشت بشن و یا اینکه با برگشتن به ایران با زندان مواجه خواهم. واکنش‌ها به مسمومیت ناوالنی منتقد کرملین. بعضی از سیاستمداران آلمانی میگویند اخراج دیپلمات‌های روس کافی نیست. و نشانه‌هایی از آغاز موج دوم کووید 19 در اسرائیل. هند بالاترین آمار روزانه مبتلایان به کرونا در جهان را ثبت کرد. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. گزارش تازه مرکز آمار از کاهش رشد اقتصادی در بهار گذشته حکایت دارد. این اطلاعات با فاصله کوتاهی از گزارش بانک مرکزی درباره بازار مسکن منتشر شده که از تورم بالای این بخش در یک سال گذشته به ویژه از تیر تا مرداد ماه خبر می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش شیدا هوشمندی. اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به بهار پارسال 3.5% کوچکتر شده. این آخرین برآورد مرکز آمار ایران از شرایط اقتصاد در سالی است که با بحران کرونا آغاز شد. اقتصادی که بنابر برآورد صندوق بین‌المللی پول قرار بود امسال 6% کوچک شود، اما با ورود کرونا به معادله تا پایان سال در سراشیبی تندتری خواهد افتاد. بخش نفت مهمترین اثر را بر کوچک شدن اقتصاد داشته با نرخ رشد منفی 14%. غیر از تحریم‌های آمریکا که درآمد نفت ایران را به شدت کاهش داده، افت قیمت نفت در پی همه‌گیری کرونا هم در این کاهش درآمد بی تأثیر نبوده. نرخ رشد بخش غیر نفتی اقتصاد هم منفی بوده. در این بخش مهلک‌ترین ضربه به بخش خدمات وارد شده. بخش خدمات زیر تیغ کرونا و با کسادی خدمات عمومی و گردشگری 3.5% کوچک شده. این منفی ترین رشد خدمات در دهه 90 خورشیدی است. نگذاشتیم آقا در کشور ما نان و جان به راه بیفته. تو کشورهای دیگه راه افتاد نان و جان. تو اروپا هم راه افتاد. حسن روحانی پیشتر اینجا در جلسه مجازی با رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود که اقتصاد ایران در برابر مشکلات ناشی از شیوع کرونا تنها 3% آسیب دیده. خیلی حساب شده، هم سلامت مردم اولویت بود، هم توجه ویژه به نان مردم و اقتصاد جمهوری ایران. این را نشان توانمندی دولت در ایستادگی در برابر مشکلات دانسته. مشخص نیست که معیار سنجش این مقاومت اقتصادی چیست و اگر از شهروندان درباره ایستادگی مورد اشاره رئیس جمهوری نظر خواهی شود، گفته های او را تایید کنند. داده های مرکز آمار درباره تورم کالاهای مصرفی هم روی دیگر تصویر ناخوشایند اقتصاد ایران را نشان می دهد. تصویری که نمایانگر دشواری تأمین نیازهای اولیه زندگی برای ایرانیان است. گروه خوراکی ها که 1/4 سبد مصرفی خانوار ایرانی را تشکیل می دهد، سهم معناداری در افزایش نرخ تورم دارد. خوراکی های مانند برنج، لبنیات و میوه ها در مرداد ماه بیش از 10% نسبت به تیر ماه افزایش قیمت داشتند. همزمان بانک مرکزی ایران در آخرین گزارش خود از افزایش نرخ مسکن در معاملات مرداد ماه خبر داده بود. بانک مرکزی در گزارش خود میگوید که در مرداد امسال متوسط قیمت معامله شده 1 متر مربع واحد مسکونی در پایتخت نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 77% بالا رفته. رکود همزمان با تورم بدترین اتفاق برای اقتصاد است. عمیق‌تر شدن رکود یعنی تشدید بحران بیکاری و افزایش نرخ تورم یعنی فشار بیشتر به گروه‌های کم درآمد. کلافه سردرگمی که اقتصاد ایران سال‌هاست گرفتار آن است. شیدا هوشمندی، بی بی سی.
یک فعال مدنی ساکن ترکیه میگوید کنسولگری ایران در شهر استانبول گذرنامه او را به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش توقیف کرده. فرزانه جلالی که مدتی هم در ایران زندانی بوده در شبکه‌های اجتماعی نوشته پس از مراجعه به کنسولگری برای تمدید اعتبار گذرنامه‌اش به او گفتند باید برای گذراندن دوره محکومیتش به ایران برگردد. بیشتر گفتگویی داشتم با خانم جلالی و جزئیات این خبر را از او جویا شدم. من حدوداً 3 هفته پیش برای تمدید پاسپورتم به کنسولگری ایران در استانبول مراجعه کردم که بعد از تحویل مدارکم منو در یک فضای مجزا از سالن سفارت به مدت 5 دقیقه نگه داشتن و سوالات کلی مبنی بر این که برای چی میخوام اقامتم و پاسپورتم رو تمدید کنم و به چه شکل اینجا تو این مدت موندم پرسیدن و نهایتاً گفتن که ما پاسپورت شما رو بعد از 1 هفته به درب منزل پست میکنیم. آدرس پستی از من گرفتن و بعد از 1 هفته با من تماس گرفتن، گفتن که پستچی نتونسته پاسپورت رو به دست شما برسونه و پاسپورت رو به سفارت برگشت داده، شما خودتون باید مراجعه کنید و تحویل بگیرید. این قضیه برای من تازگی نداشت. من در کرمانشاه هم سال 95 به همین شکل بازداشت شدم. از اداره پست به من زنگ زدن و گفتن که مدارک گم شدم پیدا شده و وقتی که مراجعه کردم به اداره پست در وسط مسیر، یعنی مسیر به اداره پست توسط مامورین اطلاعات بازداشت شدم. با علم به اینکه داستانی پشت این تماس تلفنی هست به سفارت مراجعه کردم چون چاره‌ای نداشتم، به پاسپورتم نیاز داشتم و اونجا بله دقیقاً باز مواجه شدم با همین داستان. منو بردم در یک فضای مجزا در یک اتاقی که 2 نفر اونجا نشسته بودن و شروع کردن به سوال پرسیدن در مورد اینکه من پرونده مفتوحه در ایران دارم، حکم زندان و البته بعد از 1 ساعت به من گفتن که نمیتونن پاسپورتمو پس بدن. 1 ساعت با سوالات مختلف گذشت، از اتفاقات 88 پرسیدن و اینکه من چه نقشی داشتم اون موقع، از فعالیت هام، از اتهامایی که داشتم و از روند پروندم پرسیدن و نهایتاً حتی سوالهایی در مورد آبان 98، آبان 96 و اعتراضات 98 پرسیدن که خب بعد از پاسخگویی به این سوالات به من گفتن که نمیتونیم پاسپورتتو پس بدیم، از ایران به ما دستور داده شده که پاسپورتتون رو توقیف کنیم. الان نگرانی خاصی شما دارید به غیر از اینکه خب به هر حال این وضعیت برای شما یک مشکلاتی رو ایجاد کرده، از لحاظ امنیتی شما نگران هستید؟ بله قطعا. من الان حدودا کمتر از 72 ساعت به اتمام اقامت توریستیم در استانبول باقی مونده و قاعدتا بدون پاسپورت نمیتونم اقدام برای تمدید اقامت بکنم و پلیس ترکیه به من 10 روز فرصت میده که بعد از این 72 ساعت خاک ترکیه رو ترک کنم. قاعدتا برگشتم به ایران با نه تنها حکم 1 سال زندانم بخواهم بود، ممکنه پرونده جدیدی برای من ساخته بشه و حکم من بیشتر بشه و بله این نگرانی هست که اینجا یا توسط پلیس ترکیه ممکنه بازداشت بشم و یا اینکه با برگشتم به ایران با زندان مواجه خواهم. فرزانه جلالی بود، فعال مدنی ساکن ترکیه. رئیس جمهوری آمریکا دیروز طرفدارانش را تشویق کرد 2 بار رأی بدهند، 1 بار پستی و 1 بار حضوری. این حرف آقای ترامپ با واکنش فوری دموکرات‌ها و دادستان ایالت کارولینای شمالی روبرو شد. آنها دونالد ترامپ را به تبلیغ قانون شکنی و تقلب در انتخابات متهم کردند. همکارم بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، این حرف آقای ترامپ دقیقا به چه معناست؟ آقای ترامپ استدلالش این است که اگر سیستم برگزاری انتخابات اینطور که همه میگویند سالم است و با مشکلی مواجه نخواهد شد، در حالی که میلیون ها نفر از دید او دارند پستی رای میدن و اون به رای پستی اعتماد نداره، به طرفدارانش گفت که بعد از اینکه رای پستی دادید خب برید در روز انتخابات هم باز رای بدید.
و این استدلال رو کرد که خب اگر سیستم خیلی عالیه باید نشون بده که شما پستی رای دادید، در نتیجه حضورتون در محل اخذ رای بلافاصله رد خواهد شد، اجازه رای دادن بهتون نمیدهند. در نتیجه یه تشویقی است به اینکه حداقل سیستم رو تست بکنن طرفدارانش، ببینن اگر پستی رای دادن رایشون به اصطلاح ثبت شده و اجازه رای دوم بهشون داده نمیشه. ولی از دید دموکرات ها و منتقدینش این فقط برای این است که سردرگمی ایجاد بکنه و تشویق به تقلب هست، برای اینکه دوبار رای دادن در بسیاری از ایالت ها جرم محسوب میشه. البته در ایالت نیویورک برای مثال نوشته شده که اگر مطمئن نیستید که رایتون پستی رسیده میتونید برید رای بدید، بعد اونهایی که میشمارن وقتی ببینن که یه نفر با یک اس دوبار رای داده یکی از رای ها رو کنار میذارن، ولی در همه ایالت ها اینطور نیست و در قوانین مختلفی وجود داره بعضی ایالت ها این جرم هست. همزمان نظرسنجی ها بهمن چه تصویری داره به ما میده از شرایط رقابت؟ نظرسنجی ها برخلاف در واقع اگر بخوایم مقایسه کنیم با سال 2016 تا اینجای کار کم و بیش دچار تحولات خیلی چشمگیری نشدن، یعنی از همین 5-6 ماه گذشته به خصوص از آغاز شیوع کرونا اون چیزی که شاهد بودیم اینه که آقای بایدن با 6-7-8 درصد، در بعضی موارد 10% معدلش اگه متوسطش اگه بخوایم حساب بکنیم جلوتر هست از آقای ترامپ. بعضی انتظار داشتن که بعد از این برخوردهایی که در ایالت ویسکانسین رخ داد بین تظاهر کنندگان و پلیس بعد از حمله به یه مرد سیاه‌پوست و همچنین نشست دو حزب که به صورت مجازی در دو هفته قبل برگزار شد یه تغییر چشمگیری در نظرسنجی‌ها به وجود بیاد، ولی این مجموعه ای از نظرسنجی‌ها در 24 ساعت گذشته منتشر شده که نشون میده که نه، همچنان وضعیت همون ثبات قبل رو داره و آقای بایدن متوسط 6-7% 8% در بعضی موارد جلو هست. این به این معنا نیست که در 60 روز آینده که ما تا انتخابات داریم این دوچار تحول نخواهد شد، فقط به این معنی است که تا اینجا پیش بودن آقای بایدن همچنان بر سر جای خودش باقی است. متشکرم از تو بهمن کلبسی در نیویورک با ما. خبرگزاری فلسطینی سمان نیوز به نقل از منابع فلسطینی نوشته است که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس و زیاد نخاله دبیر کل گروه فلسطینی جهاد اسلامی دیشب در بیروت دیدار کردند. این دو گروه از حمایت جمهوری اسلامی ایران هم برخوردارند. بر اساس این گزارش دو طرف در مورد کنفرانس ویدیویی که قرار است امروز بین بیروت و رام الله برگزار شود گفتگو کردند و گفتگو درباره آینده فلسطین هم در مد نظر است. مهرداد فرهمند همکارم در لندن و ماست. گروه های شرکت کننده در این نشستی که بهش اشاره شد انتظار میره درباره موضع برقراری ارتباط بین اسرائیل و امارات هم موضع بگیرند. میشه در مورد این موضوع بیشتر بهمون بگی مهرداد؟ انتظار میره همونطوری که گفتی موضع بگیرن علیه عادی سازی رابطه میان امارات و اسرائیل و به نوعی پیش رفتن این دو کشور به سوی دوستی و اینکه احتمال میره که این ادامه پیدا بکنه کشورهای دیگری مانند عربستان سعودی، بحرین و عمان هم بپیوندند به این روند. طبیعتاً میبایستی این رو محکوم بکنند چنین اقدامی رو و این رو نوعی پایمال کردن حقوق فلسطینیان ارزیابی بکنند. اما آنچه مهمه و باید ببینیم که در پایان این نشست چگونه در بیانیه پایانی انعکاس خواهد یافت لحن این موضع‌گیری است. اینکه آیا میتونه در نرمترین حالت این باشه که اصلا اسمی از امارات برده نشه و صرفاً هر گونه عادی سازی و سازش با اسرائیل در اونجا محکوم بشه، یا میتونه که خیلی لحن تندی هم علیه امارات داشته باشه و این لحن تا حدود زیادی تعیین کننده است بر اینکه تشکیلات خودگردان فلسطینی و گروه‌های مختلف شرکت کننده در چه در داخل این تشکیلات چه در خارجش مانند همین حماس و جهاد اسلامی از این به بعد چه رویه‌ای رو می‌خوان در پیش داشته باشن در برابر این روند. کلاً موضع‌گیری این گروه‌های فلسطینی چه اثری بر ادامه احتمالی روند عادی‌سازی رابطه اسرائیل و برخی از کشورهای عربی می‌تونه داشته باشه مهرداد؟ به نظر نمیاد که تأثیری بخواد داشته باشه، چون این عادی سازی این رابطه چیزی است که از قبل تحت عنوان سازش قرن
قبلا پیش بینی شده، قبلا در برنامه‌ها چیده شده، چند ساله که این روند ادامه داره و با وجود همه اعتراض‌هایی که بهش شده همچنان قدم به قدم این طرح پیش رفته. از آمریکا آقای ترامپ پشتشه، از انتقال سفارتخانه آمریکا به بیت المقدس شروع شد تا به تدریج الان اینجا رسیده که امارات کار بسیار ساختار شکنانه انجام داده که انتظار میده که بهش هم بپیوندند کشورهای دیگر. مهم اینجا این هستش که این گروه های مختلف فلسطینی از این به بعد دنبال چه حامیانی بیفتند. طبیعتا الان اگر که بخوان روی حمایت عربستان امارات حساب کنند مانند گذشته برخیشون، اینا میبایستی که به خواسته اونها تن بدن و این اونها رو در مقابل فلسطینیان قرار میده. میمونه در اینجا قطر، ترکیه و ایران و برخی از این گروه ها، مثلا حماس نشانه هایی از رفتن به سوی قطر نشون داده و خود آقای اسماعیل هنیه هم پیش از اینکه بیاد به لبنان به ترکیه رفت و ترکیه هم میدونیم که با قطر در یک محوره. اما از طرف دیگه حماس حامیانی مانند ایران و سوریه هم داره. سوریه به طور مشخص در محور مقابل ترکیه است و اینکه چطور بخواد میان این دو محور یک توازن برقرار بکنه، ایران رو بخواد چه کار بکنه این وسط، این هم خودش مسئله است و برمیگرده همچنین سایر گروه‌های فلسطینی که به نحوی هر کدوم از اینها با یکی از قدرت‌های منطقه‌ای بستگی‌هایی دارند و این افتادن اینها میان محورهای مختلفی که الان در منطقه تشکیل شده و بعضیشون با هم تضارب هم دارند میتونه مسئله بعدی همین گروه های فلسطینی. ممنونم از تو مرتضی فرهمند در لندن. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. مرکز آمار ایران از کوچکتر شدن 3.5% اقتصاد کشور در بهار امسال خبر داد. فرزانه جلالی کنشگر اجتماعی ایرانی ساکن ترکیه میگوید کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول گذرنامه‌اش را توقیف کرده. در ادامه برنامه، هند بالاترین آمار روزانه مبتلایان به کرونا در جهان را ثبت کرد. در آلمان بعد از آنکه آزمایش‌ها نشان داد سرشناس‌ترین مخالف کرملین الکسی ناوالنی با سم نوویچوک مسموم شده، سیاستمداران خواهان واکنش سخت اروپا در مقابل روسیه شدند. دیروز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با صراحت کم سابقه روسیه را متهم به کوشش برای قتل منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین با استفاده از این سلاح شیمیایی کرد. سیاستمداران آلمانی حالا می‌گویند تنها اخراج دیپلمات‌های روسی کافی نیست و باید لغو پروژه انتقال گاز روسیه به اروپا را هم بررسی کرد. گزارش کسرا ناجی رو ببینیم. 12 روز پیش وقتی که الکسی ناوالنی بعد از چند روز در بیمارستانی در روسیه به این بیمارستان در برلین منتقل شد، آن موقع تصور این بود که بعید است به طور قطع علت مسمومیت او روشن شد، ولی حالا آزمایش ها در این بیمارستان نشان داده که او با یکی از سمهای خانوادگی سمهای نووچوک مسموم شده، نوعی سلاح شیمیایی که بر اعصاب تأثیر می‌گذارد. برای آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان یافته های بیمارستان شکی درباره نقش دولت روسیه در این ماجرا نگذاشته است. دامت است سیکر الکسی ناوالنی است اوپفر اینس فبرشنز. هیچ شکی وجود ندارد که ردی از این سم در بدن الکسی ناوالنی کشف شده. به همین جهت اکنون می شود با اطمینان گفت که الکسی ناوالنی قربانی یک جنایت است. آنها می خواستند او را خفه کنند و من به نمایندگی از دولت آلمان به تندترین نحو ممکن این اقدام را محکوم می کنم. 2 سال پیش در شهر سالزبری در بریتانیا ماموران مخفی روسیه از همین سم نووچوک علیه مامور امنیتی پیشین روسیه و دخترش استفاده کردند که هر دو از اون جان سالم به در بردن، واقعی که یک کشته به جا گذاشت و بیش از 20 کشور غربی بیش از 100 نفر از دیپلمات‌های روسیه را از خاکشان اخراج کردند. چیزی که حالا امروز در آلمان و سایر کشورهای غربی تحت بررسی است. ما سفارت روسیه را هم در جریان ماجرا قرار داده ایم و انتظار داریم که دولت روسیه توضیحاتی ارائه دهد. پرسش های جدی وجود دارد که تنها دولت روسیه می تواند و باید به آنها پاسخ دهد. سرنوشت الکسی ناوالنی سرخط خبرهای رسانه های جهان بوده و جهان در انتظار پاسخ است. ما با همپیمانانمان در اتحادیه اروپا و ناتو مشورت می کنیم و بر سر واکنشی مشترک به توافق می رسیم.
20 آگوست الکسی ناوالنی بود اتراولن. الکسی ناوالنی 44 ساله شاید بزرگترین منتقد ولادیمیر پوتین در روسیه است که سال هاست علیه فساد در حکومت مبارزه میکند. کسی که از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش منع شد به جرم سوء استفاده مالی که او آن را به شدت رد میکند. او را بارها دستگیر کردند. در مسکو اما انکار. وزارت خارجه روسیه گفته است که آلمان مدارکی را دال بر مسموم شدن الکسی ناوالنی ارائه نکرده. کرملین هم قبلا گفته بود که دکترها در بیمارستانی در روسیه هیچ اثری از هیچ نوع سمی پیدا نکردند. در آمریکا جو بایدن نامزد ریاست جمهوری دولت روسیه را مسئول دانست. او گفت بار دیگر کرملین از اسلحه مورد علاقش برای ساکت کردن مخالفانش استفاده کرده است. آقای بایدن در این باره به سکوت رقیبش دونالد ترامپ هم اشاره کرد. در آلمان و در اروپا حالا سیاستمداران میگویند تنها اخراج دیپلمات‌های روسیه دیگر کافی نیست و اروپا و آلمان باید لغو پروژه لوله‌گذاری نورد استریم 2 را بررسی کنند. پروژه‌ای برای انتقال گاز روسیه به اروپا که بزرگترین سهامدار آن روسیه است. گزارش شده که آقای ناوالنی همچنان در اغماست اگرچه حالش رو به بهبود است. تلاش برای سرب نیست کردن او برای مسکو گران تمام خواهد شد. کاسترانجی بی بی سی. سوئد خواستار تحقیق کامل درباره موضوع شکنجه بازداشت شدگان تظاهرات آبان پارسال در ایران شده است. آن لینده وزیر خارجه سوئد در اکانت توییتر با اشاره به گزارش دیروز عفو بین‌الملل نوشته این گزارش تصویری سیاه از نقض جدی حقوق بشر در ایران به دست می‌دهد. در این گزارش نهاد مدافع حقوق بشر گفته شده که بسیاری از این افراد به شیوه‌های مختلف شکنجه شدند، از جمله شلاق، آزار جنسی، شوک الکتریکی، اعدام نمایشی و آویزان کردن. ایران واکنشی به این گزارش نشان نداده. گزارش شده در حمله موشکی به سوریه 16 نفر از نیروهای شبه نظامی در نزدیک به ایران کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است گفته این حمله را احتمالاً اسرائیل انجام داده و هدفش پایگاه‌های شبه نظامیان نزدیک شهرهای میادین و آلبوکمال در شرق سوریه بوده. خبرگزاری‌های رسمی سوریه از تلفات این حمله خبری منتشر نکردند و اسرائیل هم با آن واکنشی نشان نداده. سرمایه‌گذاران آمریکایی در چین از پیامدهای تحریم اپلیکیشن چینی ویچت برای رستوران‌های زنجیره‌ای KFC و شرکت مادر آن ابراز نگرانی کردند. KFC بزرگترین سهم از بازار غذاهای آماده در چین را دارد و به گفته سهامدارانش ممکن است بعد از اجرای این تحریم‌ها با خطر ورشکستگی مواجه شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اپلیکیشن‌های چینی ویچت و تیک تاک را تهدیدی برای امنیت سایبری خوانده و دستور به تحریم نشان داده بود. این تحریم ها تا کمتر از 3 هفته دیگر به اجرا گذاشته می شوند. نزدیک به 6 ماه بعد از مرگ یک مرد سیاه‌پوست در ایالت نیویورک آمریکا، تصاویری از بدرفتاری پلیس با او منتشر شده. این تصاویر نشان می‌دهد پلیس او را با پوشاندن سر برای 2 دقیقه در وضعیتی نگه داشته که صورتش رو به زمین بوده. دانیل پرود که از مشکلات روانی رنج می‌برد، 1 هفته بعد از این ماجرا در بیمارستان درگذشت. در 1 ماه گذشته میانگین تعداد موارد روزانه ابتلا به کرونا افزایش نداشته، اما همچنان در برخی کشورها افزایش روزانه شیوع کرونا متوقف نشده. در هند در 1 شبانه روز 83 هزار بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شدند که رقمی بی سابقه در جهان است. در خاورمیانه هم به نظر می‌رسد اسرائیل با ثبت بیش از 3 هزار مورد جدید ابتلا به کرونا شاهد موجی جدید از شیوع بیماری در این کشور باشد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. در حالی که برخی کشورها این روزها با موج دوم و سوم شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند، در هند همچنان همان موج نخست روز به روز قوی تر می شود و از کنترل آن خبری نیست. 83800 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 در هند در حالی ثبت شده که تا امروز تعداد روزانه بیماران شناسایی شده به 80000 نفر نرسیده بود.
این آمار جدید تنها دو روز بعد از آن اعلام شد که کنکور دانشگاه‌های پزشکی و فنی هند به رغم مخالفت‌های بسیار برگزار شد و 2 میلیون دانش آموز در آن شرکت کردند. در هند تعداد کل مبتلا شدگان در آستانه رسیدن به رقم 4 میلیون نفر است با حدود 70,000 کشته. هند در حال حاضر بعد از آمریکا و برزیل بیشترین تعداد مبتلایان به کووید 19 را ثبت کرده و به بحرانی ترین کشور آسیب دیده از کرونا در قاره پهناور و پرجمعیت آسیا تبدیل شده. همزمان مسئله بازگشایی مدارس در سراسر جهان به معمای کلیدی این روزهای متأثر از کرونا تبدیل شده. روز پنجشنبه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با انتشار گزارشی هشدار داد که شیوع کرونا بحران تحصیل کودکان پناهجو را عمیق‌تر خواهد کرد. تا قبل از کرونا به طور متوسط نیمی از این کودکان از تحصیل محروم بودند و حالا این نهاد سازمان ملل پیش بینی می‌کند که در سال تحصیلی پیش رو این رقم بسیار افزایش یابد، به ویژه در میان دختران. این نگرانی به طور عمده شامل بسیاری از کشورهای خاورمیانه می شود که دهه هاست با یکی از بالاترین جمعیت های آوارگان و پناهجویان دست و پنجه نرم می کنند. جدا از پناهجویان، برای شهروندان دیگر نیز در برخی کشورهای خاورمیانه نگرانی از ابتلا به کووید 19 جدی است. از آن جمله در اسرائیل که در 24 ساعت گذشته بیش از 3,000 مورد جدید کرونا ثبت شده که بیشترین میزان ابتلا به این ویروس تا امروز است. در ترکیه نیز افزایش تدریجی تعداد روزانه مبتلایان در 2 ماه گذشته موجب شد تا نگرانی از شیوع موج دوم جدی شود. راهکار دولت ترکیه بازگرداندن سختگیری‌ها و محدودیت‌های ویژه بوده. از آن جمله حداکثر مدت زمان برپایی مراسم عروسی 1 ساعت خواهد بود. رقصیدن و پذیرایی با غذا در عروسی ممنوع شده. شهروندان بالای 65 سال و زیر 15 سال از حضور در عروسی منع شدند. و تنها اقوام درجه 1 و درجه 2 عروس و داماد اجازه دارند در مراسم شرکت کنند. ضمن اینکه حداقل 1 مأمور دولت باید در مراسم حاضر باشد تا اجرای مقررات را کنترل کند. بدین ترتیب در ترکیه تا اطلاع ثانوی از این عروسی‌های پرشور و بزن به رقص‌های هیجان‌انگیز که در برخی نقاط خاورمیانه بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ و سنت‌های محلی است، خبری نخواهد. کیوان حسینی، بی بی سی. با این گزارش می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.